یه چیزی که میخواستم صحبت کنم امروز یه کسی با من پیغا... یه پیغام داد گفتش که آرمین خیلی از این کسایی که اسلام و ول کردن هنوز این اعتقاداتشون درباره اسرائیل هنوز شسشوی مغزی که روشون تاثیر گذاشته به خاطر اینکه توی یک محیط اسلامی بزرگ شدن و یه دشمنی که مثلا با اسرائیل داشتن رو هنوز دارن و این تاثیر یعنی مثلا مثل ما ها که مثلا تو جمهوری زیر جمهوری اسلامی بزرگ شدیم بالاخره از بچگی کلی مثلا یه حرفایی درباره اسرائیل و آمریکا این رو شنیدیم و این شخص میگفت بیا ما از اسرائیل مثلا دفاع کنیم که این کسایی که هنوز تاثیر اینا هستن این مقدار مثلا بهش نشون بدیم که چرا اعتقاداتشون اشتباهه من به این شخص گفتم ببین من اتفاقاً بر... اتفاقا یکی از کسایی بودم که برعکس بود اوایلش بکنم برای خیلی مهم که از ایران یعنی اکس مزلم هایی کسی که مرتدایی که از ایران اومدن خیلیشون اتفاقا ممکنه تاثیرش برعکس باشه یعنی نمیدونم شما چه جوری هستین میتونین اگه به من بگین ولی من جوری بود که فکر میکردم که خب حالا که درباره اسلام به من دروغ گفتن اینا حتما درباره همه چیزای دیگه همه چیز دیگه هر چی اینا میگن جمهوری اسلامی گفته حتما دروغه یعنی من کاملا گفت رفتم نقطه عکس عقایدی که وجود داشت درباره آمریکا و اسرائیل گفتم من میچسبم به این یعنی این البته بچگی هم بود که مثلا میگفتم پس اسرائیل آمریکا هرکی بخواد هیچ صحبتی بکنه که مثلا اینا کار اشتباهی کردن یا حقوق انسانی رو اینا نقض کردن اینا احتمالا همش دروغه و اینا است خب در صورتی که ببینیم مشکلی که ما ها داریم اینی که همه چی رو سیاسفید نگاه میکنیم همه چی رو سطحی نگاه میکنیم البته همه چی رو هم نباید بگم الان ببین خودم تو همین جمله هم سیاسفید صحبت کردم گفتم همه چی رو یه مقدار قبیل گراه هستیم یعنی مثلا اگه جمهوری اسلامی میگه این بده پس ما چون زده جمهوری اسلامی هستیم حتما همه چیش خوبه اگه سیاه نیست حتما سفیده اگه سفید نیست حتما کاملا سیاهه راحت تر اینجوری فکر کرده مغز ما طراحی نشده تو طبیعت تکامل پیدا نکرده به جوری که بتونیم توی زندگی مدرن همه تحلیل کنیم ما برای یک زندگی توی قار توی صحرا توی جنگل مغزمون تکامل پیدا کرده خب یعنی که راحت تر باید به نتیجه برسه خب ما سخته که بخوایم همه چی رو تکلتی فرض نکنیم همه چی رو یا تو با ما یا علیه ما نبینیم خب بین این چیز رو ببینیم یه مقدار تیفی همه چی رو نگاه بکنیم به که یا سفید نگاه بکنیم خب خیلی موقع من تو کامنت ها یا توی لایف چت میبینم سلام آقا به چیز من دیدم تو لایو چت امروز سعی کنم یه بالا تو هم بقیه سعی می‌کنی نمی‌تونی من یه بار دیگه میگم لا... من تو لایو چت گذاشتم سعی کنین بیاین بالا هر کی خواست خیلی موقع من تو کامنت ها و تو لایو چت ها اینا میبینم که میگن خب این آمریکایی که فلان کردن خب اینجا چرا دارن اون کارو میکنن یا اسرائیل که اینجوری هدفش اینه چرا باید بیاد همچین کاری بکنه خب یا یعنی اینکه درباره کشور دیگه خب یا یعنی اینکه مثلا طالبان اگه اینو میخواد چرا اونجا این کار داره میکنه اگه هدفش اینه پس این چیه خب انگار که مثلا همه مثلا در برای آمریکا صحبت میشه درباره اسرائیل صحبت میشه حتی درباره جمهوری اسلامی صحبت میشه حتی در برای طالبان اگه صحبت میشه یه جوری صحبت میکنیم که انگار مثلا یه شخصه یه نفره یک نفره با یه هدف خاص و هیچ تناقضی هم پیش وجود نداره خب ما ببینید حتی اگه درباره یک شخص هم بخوایم صحبت بکنیم امروز و فرداش میتونه با هم فرق داشته باشه تناقض داشته باشه تو افکار خودش تو عقاید خودش تو هدفهای خودش من اگه مثلا خیلی از من پرسن آرمین نظر در اسرائیل نظر در اسرائیل چیه خب نظر در برای آمریکا چیه اصلا من میمونم از این همچین سوالی نظر ای نظرم در چیه اسرائیل چیه همه اسرائیل من نظرم درباره یک شخصم اگه یه نفر بخواد بپرسه یک شخص میگن آره نظر در مثلا فلان شخص چیه کدوم موضوعش کدوم نظرش کدوم حرفش بعد من در یک شخص نمیتونم نظر یک نظر سیاسی بدم شما چجوری میتونید در یک کشور هم صحبتی بکنید خب این آمریکا مثلا خب آمریکا ها دو من جمله میگم خب جفت این درسته آمریکا الان یک کشوریه که مسئول بزرگترین خدمت ها به بشریت توی چند, تو چند دهه گذشته و آمریکا کشوریه که مسئولیت بزرگترین جنایت های جنگی تو چند دهه گذشته است جفت این داده درسته خب برای اینکه آمریکا یک نفر نیست آمریکا کلی چیزهای مختلفه خب این چجوری شما میخواین قضا غذا... یعنی قضا کنیم مثل سیاسفید آمریکا این کار کرده پس اونجا چجوری این کار میکنه خب اینا اونا نبودن ببینید نه تنها ببین مثلا بعضی ها میگن خب آمریکا مثلا 40 سال پیش این کار کرده اینا همیشه آها در انگلیس انگلیسی ها همیشه اونایی بودن که این کار کرده بعد میان مثلا در زمان صفویه رو میان بررسی میکنن که زمان صفویه انگلیس چیکار کرده و الان هم سیاست های امروزیشون مثلا همون اونه خب هم... کجاش همون اونه اصلا همه اونایی که شما دارین در صحبت میکنین همشون مردن <تصفيق> <تصفيق> هیچ کدوم از انگلیسی امروز و انگلیسی های اون زمان نبودن اصلا شما وقتی سیاست های اسرائیل رو مثلا مطالعه مطالعه میکنیم میبینیم خودشون با هم جنگ دارن جنگ های سیاسی دارن هدفاشون فرق داره روشاشون فرق داره به شدت هم فرق داره به تو، سیاست اسرائیل رو بیان مطالعه کنیم میبینیم خیلی هاشون به شدت راستگرای محافظ کار دینی ان. برعکس بعضیاشون به شدت ضد دینن چپگراان خیلی یعنی اینجوری نه این صحبت یه مقدار کمتر همین رو سطحی نگاه کنین یه مقدار برین وارد ببینین اگه نظری داریم که خیلی ما تنبلیم از لحاظ فکری تنبلیم خب دوست داریم به جای اینکه بگیم نمیدونیم همه چی رو را... ساده بکنیم سطحیش بکنیم که راحت بتونیم یک نظری داشته باشیم و احساس بکنیم که نظرمون درسته و افتخار اختف... با این بکنیم که رو فهمیدیم و اگه پیچیده باشه میفهمیم آها چون پیچیده است کار داره وقت میبره که من بفهمم چه داره اتفاق میفته اگه وقت میبره کار میکنه و نمیدونی حالا چه اتفاقی میفته حساسیت داریم به اینکه نمیتونیم بگیم نمیدونم پیچیده تر از اونه که من وقت براش نداشتم مطالعه کافی ندارم چون اگه اینو بگیم ممکنه احساس کنیم که مثلا ضعیفیم از از منطقی کم آوردیم برای همین دوست داریم همیشه سطحی بکنیم که بتونیم بگیم نه من میدونم دلیلش جب... هم این با اونه پس علیه ماست این با اونه پس با ما این خوبه اون بده راحت جواب داشته باشیم که یه موقع احساس نکنیم که نادانیم هدفمون اینه هدفمون به اینه با... هم به خودمون اثبات بکنیم که میدونیم همه بقیه به که واقعا بخوایم بدونیم